عرض سلام و خسته نباشید. امروز در آزمایشگاه DNA در شهر لینز آمدیم و یک گزارشی از تصویرگیری برای نحوه مقایسه نمونه های DNA خواهیم داشت. این وسیله ایست که نمونه اولیه DNA رو دریافت میکنه و بعد از حدوداً 4 ساعت نمونه از داخل این دستگاه برداشته میشه و به سادگی توسط دستگاه توسط چراغ UV که خب اینجا خیلی پیشرفته ترش هست، سمپل ها در داخل این محفظه خاص وارد میشه و توسط UV به راحتی و به سادگی میشه شکل و فرم اولیه DNA رو مشاهده کرد. یه دستگاه پیشرفته تر هم اینجا هست که در واقع UV با ویولنس 302 تا 365 نانومترز هست و به طور قطع مهتابی هست، اگر اشتباه نکنم بله فلورسنت هست و همین لامپ های UV معمولی که معروف هستن به رد لایت 302 تا 365 نانومترز. بعد از اینکه نمونه برداشته میشه از دستگاه و نمونه ها توسط این کاست یا کارتریج نگهداری میشن، به سادگی توسط UV بافت و شکل DNA مشخص میشه و به طور مثال در این 4 نمونه میبینیم که نمونه اول تطبیق داره، نمونه سوم هم تطبیق داره، اما این 2 نمونه با هم دیگه تطبیق نداره. و وسیله بعدی که در اینجا هست وسیله ایست که با حرکت و چرخش دورانی و حرارت دادن، سرد و گرم کردن سمپل سعی میکنه که اونها رو بهینه بکنه و جداسازی رو بهتر انجام بده و نهایت دستگاه سانتریفیوژ رو که ملاحظه میکنید حرارت های بسیار بالا و خنکی رو برای نمونه سمپل به وجود میاره و باعث میشه که نمونه DNA رو میتونیم بیشتر نگهداری بکنیم. وسیله بعدی وسیله ایست که باز برای افزایش و کاهش حرارت به کار گرفته میشه و به نام اینکوبیتور، البته این نمونه خیلی مقدماتیش هست، پیشرفته ترش هم هست و به وفور یافت میشه. میبینیم که دماسنج رو در داخل این وسیله قرار میدیم تا اینکه بتونیم حرارت لازم رو براش تامین. این دستگاه سانتریفیوژ که با چرخش و حرکت دورانی نمونه و سمپل رو شکل میده، توسط یک چنین گیره ای دو تا سمپل رو درش قرار میدیم. اگر یک سمپل داشته باشیم طرف دیگر رو با آب بالانس میکنیم که راحت چرخش صورت بگیره و جداسازی DNA از پلاسما و سایر موارد انجام بشه. مسئله بعدی هم مربوط به شرکت مکسویل هست و وسیله نگهداری و اکستند یعنی تولید مثل DNA هست برای کسانی که نمونه DNA رو میخوان افزایش بدن و با موارد بسیار زیادی مقایسه بکنن. امیدوارم که موقعیت این رو داشته باشید که از این آزمایشگاه دیدن بفرمایید و با مسائل مقایسه DNA انشالله سر و کار داشته باشید. اینجا البته میکروسکوپ های بسیار قوی هم وجود داره که یک دو تاش رو با هم دیگه نگاه میکنید. همینطور که ملاحظه میکنید این میکروسکوپ مربوط به شرکت بل هست و البته قیمت زیاد گرونی ندارن، اما وضوح و قابلیت نمایش بسیار بسیار بالایی رو داره و البته به PC هم وصل میشن و تصاویر خیلی خوبی رو نشون میده. از حسن توجهتون تشکر میکنم و امیدوارم که اگر سوالی در این خصوص داشتید و من بتونم کمکتون بکنم در خدمت شما بزرگواران باشم. تشکر و خدا نگهدار.